با نام عید خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، اینجا شهر زیبای بافق در استان یزد و ما داریم جاذبه های دیدنیش رو بهتون معرفی میکنیم. مکانی که من در اون قرار گرفتم باغ تیتون هم داره، جزء جاذبه های تاریخی شهر بافق و مربوط به دوره صفوی اینطور که شنیدم. اما برای اینکه مکان رو بهتر بهتون معرفی کنیم، مراجعه میکنیم به یکی از کسانی که کارشناس هستن و میتونن توضیحات بیشتر در مورد این باغ و خانه تاریخی برامون بگن. همراه و همسفر ما باشید. یکی از اتفاقات خوبی که در سراسر ایران و شهرهای تاریخی میفته اینه که این جاذبه های تاریخی یا این آثار تاریخی که در شهرها هست به کاربری دیگه مثل هتل تبدیل میشه یا اینکه اقامتگاه بومگردی، و این فضاها علاوه بر اینکه احیا میشن در حفظ و مرمت اون هم کوشش خاصه میشه. این خیلی خوبه که عزیزانی هستن که این اتفاق رو رقم میزنن و این فضاها آماده میشه برای اینکه همه عزیزانی که به اون شهر تاریخی سفر میکنن بتونن از اون اثر تاریخی لذت ببرن. خب ما سه دری و پنج دری رو در اینجا میتونیم ببینیم، حیاط بسیار بزرگ و جالب و دیدنی و باغی که پشت این عمارت هست و فضاهای زیبایی رو به هر حال به وجود آورده. برای اینکه با باغ تیتو بهتر و بیشتر آشنا بشیم و از این فضا براتون بگیم و وجه تسمیهش رو بشناسیم، دعوت کردیم از جناب امیریان عزیز تا برامون بگن وجه تسمیه این ابنیه رو و همینطور اینکه دوره ساختش به چه دوره‌ای برمیگرده، کاربریش چی بوده و الان چیه، و این فضا کلا معرفی کنیم. سلام علیکتون رو میشنویم و توضیحاتتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز. مجموعه باغ تیتو قدمتش زمان صفویه هستش و از معماری بسیار زیبا تشکیل شده که ویژگی بارز این مجموعه دارای ستونهای آجری شکل و یک سری ایوان هستش که در سرتاسر این باغ هستش. خیلی اینجا خوشبر و روه، یعنی تازه است، نمیخوره به قدمت 300-400 ساله تخریب بوده و مرمت شده یا اینکه اصلا کلن بازسازی شده، چجوریه؟ اینجا یه قسمتی از بنا تخریب شده بود و دوباره با کمک پدرم اینجا رو بنا رو دوباره بازسازی کردیم، مرمت شد و به شکل ظاهری که الان میبینید آماده سازی شده. مجموعه دارای درهای سه دری و همچنین پنج دری داره این باغ، و باغ ساختمونش کلا به صورت کوچ مانند هستش که در مرکز باغ قرار داره و دارای آب قنات هستش که اون آب قنات هم به نام یوسف شاهی معروف هستش که همیشه در باغ جاری هستش. یکی دیگه از ویژگی بارز این مجموعه دارای بادگیر هستش که حالا مشاهده میکنید بادگیر چهار طرفه هستش که ارتفاعش 13 متره، ولی در داخل بادگیر به صورت 8 سیلی هستش که یعنی 4 تا ورودی باد هستش و 4 تا هم خروجی، یعنی شما در هر نقطه که وایسی ورود و خروج باد رو در اونجا احساس میکنید. ما در شهرهای مثل شهر کاشان و یزد بادگیرهای زیادی رو میتونیم ببینیم.
بادگیرهایی که توی شهر کاشان من دیدم انتهاش بادو هدایت میکنه به سرداب یا زیرزمین. خب ولی اینجا ما سردابی نمیبینیم، کاملا هم سطحه و بادگیر یک سطح کمی رو پوشش میده. این به چه معناییه؟ چه جوریه؟ ببینید عرضم حضورتون، بادگیر اصلا اینجا سرداب داره؟ ببخشید نه، اینجا سرداب نداره، فقط یه حوضی هستش که کلا در قدیم برای مثلا اتاقای تابستونشون توسط این بادگیر مثلا باد به سطح این حوض می‌خورد که آبی که داخل این حوض بوده و میتونستن از اتاقا استفاده کنن برای نشستن و مثلا برای خنک شدن در اون منطقه. بعد یه ویژگی بارز خوبیه که دیگه داره، حالا فرمودید مثلا شهرهای کاشان یا ناین و اینطور چیزا، اینجا چهار طرف بادگیر بازه، ولی برخلاف شهرهای دیگه در سه طرف بادگیر ورود و خروج باد است، ولی اینجا چهار از هر نقطه از کشور که باد بوزه از چهار جهت میاد. بله 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 بله، اینجا چهار جهت باد بازه و باد داخل این بادگیر میاد و از این به عنوان یه حال قولن کولر طبیعی استفاده میکنه. اشاره کنیم با توجه به اینکه ما اکثر شهرهای ایران رو رفتیم و از نزدیک دیدیم، مثلا من بادگیرهایی که توی شهر ابرکوه دیدم که مربوط به استان یزد میشه، در زیر بادگیر دریچه‌هایی داشتن که در فصل زمستان بسته میشد که دیگه باد به قسمت پایین نیاد و گرمای خانه رو یه جورایی تأمین میکردن به همین شکل، و در تابستان در چهار برمی داشتن. توی شهر شما هم از این اتفاقات افتاده توی معماریش؟ بله اتفاق افتاده، فقط در این مجموعه چون که هم اتاق زمستونه داشته و هم اتاق تابستونه و این فاصله رو از خود بادگیر جدا میکرده، یعنی اتاق زمستونه شون بعد از اتاق تابستونه شون بوده که دارای دو سقف بوده که به حالت مثلا سقف کادر، یعنی یه سقف پایین تر پوشیده شده و در ارتفاع نیم تا یه متر سقف دوم پوشیده شده و یه شونه قدیمی هم که بوده مثلا در اونجا استفاده میکنم برای گرمایش این مجموعه شون. درسته. بعد این مجموعه که شما الان دارین کاربری قبلیش چی بوده؟ چه شخصیت ها اینجا بودن در زمان صفویه؟ زمان آقای محمد طقی‌خان بافقی بوده که خان باف بوده که قبلا حاکمیت بافق به دست داشته و در اینجا کلن اسکان داشتن و بعد از اونم که حاکمیت افتاده دست آقای صدریه. صدریه بوده که ایشون هم که مثلا یه سری قنات‌هایی در باف احداث کردن، مثل قنات‌های خود همین یوسف شاهی و قنات‌هایی در باقرآباد و جای دیگه. اینجا الان خانه بومگردیه دیگه، به صورت بومگردی داره درست میشه دیگه. اینجا به صورت هتل رستوران داره افتتاح میشه که بتونن مسافرین یا گردشگران که به این شهر میان بتونن از اینجا استفاده کنن. یک اتفاق دیگه که در اکثر ابنای تاریخی و آثار تاریخی میتونیم ببینیم بحث تقارن هست، چیزی که ما در ضلع جنوب میبینیم قطعا در ضلع شمال هم هست یا ایوانهایی که هست، منتها فضایی که در اون قرار گرفتیم و اینجا داریم میبینیم این تقارن زیاد رعایت نشده، یعنی ما در سمتی اتاقها و ستونهای زیادی رو داریم میبینیم و در سمت دیگر فقط دیوار هستش، در مقابلمون عمارتی هستش که شاهنشینه و بالاش بادگیری قرار گرفته و در مقابل اون فقط یک فضای ساده تری رو میتونیم ببینیم. این تقارن در بازسازی به هم ریخته یا اینکه از ابتدا اینطوری بوده؟ شکل ظاهریش که از ابتدا همین شکلی بوده و عرض کردم اولم خدمتتون که این مجموعه به صورت کوشک مانند هستش، یعنی در قسمت مرکز کناری ساختمون در مرکز باغ قرار داره ساختمون، یعنی
و مسیری که مثلا خود اون خان یا مثلا کسایی که میخواستن بیان داخل مجموعه یه مسیر ورودی داشته که برای میومدن داخل مجموعه و نمیتونستن مثلا افراد دیگه مثلا داخل خود ساختمون بیان و در هشتی مثلا انتظار داشتن، انتظار میکشیدن که مثلا بیان داخل. بله، یعنی ما ورودی در چوبی داریم، سردر با سردر پیرنشینی که هست، بعد هشتی راه رو بعد حیات مرکزی، اتاقها و در نهایت باغ. باغ بله. اونجا مسجد جامع و تاریخی شهر بافق هست که در پشت سر من هست و گذری که منتهی میشه به خانه وحشی بافق. این خانه منتسب به وحشی بافق، ولی یکی از دوستان بافقی به من گفتش که خانه اصلی وحشی بافق که از شعرای پرآوازه ایرانی هستش در گوشه صحن مسجد جامع بوده قبلا. الان به عنوان موزه مردم شناسی ازش استفاده میشه و بیشتر از آثار صنایع دستی ارزشمند شهر بافق میتونیم در این فضا تماشا کنیم. خانه سه دری، پنج دری داره مثل تمام خانه های ایرانی و همینطور زیرزمین های بسیار زیبا و یک خانه کوچک ولی تاریخی که همونطور اشاره شد به خانه وحشی بافقی منتسب میشه. میریم داخل و آشنا میشیم با این فضا و همینطور در مورد وحشی بافقی براتون میگیم. بفرمایید. به نام خدا. سلام به شما بینندگان عزیز و نازنین برنامه همسفر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فاطمه طاهری هستم، خیلی ممنون که در یک ایرانگردی دیگه ما رو همراهی میکنین و با نگاه های مهربونتون دلگرمی ماین. در هر سفری که میریم یکی از گزینه های سفرمون میتونه بازدید از مکان های تاریخی و خونه های قدیمی باشه که از گذشتگان به یادگار مونده، حالا به شکل اقامتگاه های بومگردی یا موزه های مردم شناسی در اومدن که ما میتونیم بهشون سری بزنیم، با مردمشون هم صحبت بشیم، با آدم هایی که اونجا هستن از اهالی اون شهر و اون مقصد گردشگری که رفتیم و لذت ببریم. خصوصا اگر سفر خانوادگی رفته باشیم، بزرگترها میتونن تجربیاتشون و اون دید عمیقی رو که نسبت به این مکانها دارن به جوانترها منتقل بکنن و خاطره خوبی رقم بخوره. این مکانهای تاریخی معماریهای بسیار غنی و قوی دارن، فضای بسیار زیبایی دارن که هر کدومشون میتونه مثل یک کلاس درسی باشه که تجربه های زیادی رو به ما منتقل بکنه و هزار حرف واسه گفتن داشته باشه. ما در برنامه همسفر دوست داریم که شما عزیزان رو با این مکان‌ها آشنا بکنیم و ازتون دعوت بکنیم که انشاءالله در ایام سلامت به این مکان‌ها، به این بومگردی‌ها سری بزنین و لذت ببرین و از اون فضایی که داره استفاده بکنین. همچنان همسفر ما باشین. همونطور که اشاره شد ما الان در خانه هستیم که منتسب هست به وحشی بافقی، از شاعرهای بسیار ارزشمند ایرانی که اصالتاً بافقی بودن حتما که بهشون میگن وحشی بافقی. برای اینکه مطمئن بشیم و شخصیت وحشی بافقی رو بهتر و بیشتر بشناسیم، دعوت کردیم از جناب آقای کریمزاده عزیز، نویسنده، شاعر و پژوهشگر، تا برامون از شخصیت وحشی بافقی بگن. سلام علیک، شما رو بینندگان میشنویم و در خدمتون هستیم. با عرض سلام و ادب به پیشگاه بینندگان بزرگواری که با نگاه گرمشون در گستره میهن اسلامی بل جهان خاکی بنده رو مرهون الطاف و مراحم خودشون قرار میدن و تماشا میکنن و همچنین تقدیر و تشکر از شما بزرگواران که این فرصت بهاری رو برای من فراهم آوردید. سلامت خدای را شاکرم. ممنون. معرفی میکنه شخصیت وحشی بافقی و چرا بهشون گفتن وحشی و اینکه اصالتاً بافقی بودن؟ چون من در جایی خوندم که در کاشان و نزد اساتید مثل محتشم بودن. مولانا کمال الدین وحشی بافقی
اصالتاً بافقی بودن، شاعر قرن دهم. و این بزرگوار بعد از اون که اشعار غامزی بعد از شعرهای مردمی شیخ اجل سعدی و لسان الغیب حافظ شیرازی، بعد از قرن 6 و 7 و 8 دیگه شعر ما رفت به طرف غامز بودن و پیچیده بودن و شعرهای مثل شعرهای صاحب تبریزی یا مثلا فرض بفرمای شعرهای نظامی یا ناصر خسرو، خصوصا ناصر خسرو، وحشی بافقی در همچین بره از زمانی حضور خودش رو در عرصه شعر اعلام میکنه با یک شعر مردمی و کلامی فرهیخته و نو خواسته از بطن جامعه. وحشی بافقی ما ابتدا دوران فراگیری دانش و دانش اندوزی و دانش آموزی، تعلیم و تعلم را در مدارس کاشان شروع میکنه و هم درس و هم کار محتشم کاشانی، شاعر پرآوازی ولایت ایران میشه و بعد از اون برمیگرده به استان یزد و برای خودش ممدوحی به نام میر میران را انتخاب میکنه. این هم نه اینکه به قول معروف وحشی بافقی خواسته باشه چاپلوسی کنه، یکی از کارهایی که اون موقع میخواستن سخن را پرمایه کنن و با دوامش کنن بایست که یک کسی باشه که ازشون حمایت کنه تا اونا بتونن سخن را و افکارشون را به منصه ظهور و ماندگاری برسونن. وحشی بافقی به یزد سفر میکنه و اشعار در اونجا شروع به رشد و نمو میکنه و کلمه وحشی که او تخلص برای خودش گرفته بوده اکثرا فکر میکنن که وحشی در مقابل اهلی است و یک متضاد اهلیه، در صورتی که اینطور نیست. وحشی به معنی خود ساخته، خود رو خود پرداخته و اکثرا شعرهای بزرگ ما میبینیم که برای خودشون پیر و مرشدی داشتن، ولی وحشی بافقی همونطوری که ما میگیم یه گل وحشی از نظر رنگ و بو و زیبایی بر یه گل پرورشی ارجحیت داره، وحشی بافقی هم میخواد بگه که من خود ساخته هستم. حافظم اینو یه اشاره‌ای داره که میگه الا ای آهوی وحشی کجایی، مرا چندیست با تو آشنایی. آهو رو هرگز صفت وحشی بهش نمیدم، آهو منزویه، رموک، گوشگیر هست. میخواد بگه که من با گوشگیری و خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت دارم، با انزوای خودم تونستم که به این درجه از شعر برسم. و شعرهای وحشی بافقی ما میبینیم یک ویژگی خاص داره. ما در ادبیات وقتی که نگاه میکنیم همیشه میبینیم که عشاق از طبقه متمول و مرفه هستن، قیس بنی عامر، مجنون یا مثلا خسرو خودمون، ولی وحشی بافقی داره فرهاد و شیرین. فرهاد یه کوهکن بود، یه کارگر بود، میگه کارگرم میتونه عاشق بشه. و منظومه‌ای که به تقلید از نظامی گنجوی سروده وحشی بافقی، فرهاد شیرین هست، خلد ورین هست، ناظر و منظور هست و قصاید و رباعیات و غزلیات و اون چیزی که سنگ تمام گذاشته وحشی بافقی در ترکیب بندها و ترجیب بنداش هست که الهی مثنوی معروفش که هست، الهی سینه ایده آتش افروز، این که شهرت جهانی داره و ترکیب بنداش. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید، که در حوصله بحث ما نیست. بعد ایشون هم مثل بابا طاهر و بعضی از شاعرها که عارف بودن یا اینکه تو زمره ببینید خمیر مایه ادبیات ما تعلیمات دینی ماست و اشعار بزرگان شعری ما از حافظ و مولانا و وحشی بافقی همه اگر دست مایه مذهبی و اسلامیت رو ازش بگیریم هیچی نمیمونه و اینها نمیتونستن که بدون شناخت خدای تبارک و تعالی و ائمه هدا اصلا تو این کار موفق بشن. راز و رمز موفقیت شاعرای بزرگ ما مثل حافظ و سعدی و وحشی بافقی و غیره و غیره در اسلامیت اونهاست، در دینداری اونهاست و در
باورها و اعتقاداتون است، اینی که وحشی هم از این قاعده مستثنا نیست. خب وحشی بافقی به جز شعر آیا متن دیگه هم دارن یا نه؟ فقط شاعر بودن یا اینکه وحشی بافقی ببینید هستن. وحشی بافقی کتابی ما به نثر از ایشون نداریم. شاعر بوده ولی مسلمه اون چیزی که کاملا مشهوده وحشی بافقی کار هم می‌کرده و شاعری فقط حرفش نبوده و در حوزه‌ای که اونجا مدارسی بوده، مدارس دینی قدیم، به تدریس هم مشغول بوده. بسیار عالی، خیلی هم خوبه. به هر حال ما در شهر بافق هستیم و باید از شخصیت‌ها و بزرگان این شهر هم یاد کنیم و از اونها هم براتون بگیم. وحشی بافقی یکی از نام آوران ایران هستش و دیوان بسیار زیبایی هم داره که شما میتونین اون رو مطالعه کنین و در موردش به هر حال چیزهای زیادی هستش. آقای کریمزاده، خودتون هم شاعر هستین دیگه، شعری در باب بافق گفتین دارین؟ بودرو درس شود که هر شاعری میتونه برای زادگاهش شعری داشته باشه. ابتدا من یه مطلب کوچیکی رو راجع به وحشی بافقی خدمتتون عرض کنم، بعدا در خدمت شما خواهیم. در زمانی که وحشی بافقی ما خیلی به مسائل اجتماعی همونطور که عرض کردم توجه میکنه، در زمانی که مکتب خونه ها چوب و فلک و تنبیه بدنی یکی از وسایل کمک آموزشیشون هست، وحشی بافقی ما در یک غزل بسیار زیبایی تنبیه را محکوم میکنه و اون رو منسوخ میدونه و خطاب به معلمی که دانش آموزی رو تنبیه کرده میگه که لالهش از سیلی از نیلوفری شد، آه آه ای معلم شرم از آن رویت نشد رویت سیاه، کرد رویت صد نگاه جانفضا از بحر عوض هر نگاهش خونبهای. و اینطور ادامه میده که باد دستت خوش چون خامه آن ماه رو، باد رخسارت سیاه چون مشکان تاوند ما، و فریاد میزنه و تنبیه را محکوم میکنه، در صورتی که اون زمان تنبیه یه چیز رایجی بود در مکتب. تعداد ابیاتش مشخصه؟ چند بیت گفتنشون؟ چند غزل؟ چون ببینید الان یه سری اشعار ایشون رو کم یا زیاد کردن، دقیقا نمیشه گفت که تعداد ابیات ایشون چقدر بود. خب برسیم به شعری از خودتون در مورد بافقی است. اگر که البته حافظ یارایی کنه چشم. تو رونق صد بهاره داری ای بافق، گلواژه به هر مناره داری ای بافق، وحشیز تو و فقه و فقاهت از توست، صد نکته به یک اشاره داری ای بافق، چون معدن سنگ آهنت همواره، گنجینه به هر کناره داری ای بافق، بر باور نخلهای سبزت دیدم، نسلی تو پر از ستاره داری ای بافق. احسن، بسیار عالی، خیلی ممنون، تشکر از حضورتون در برنامه همسفر و توضیحاتی که دادین. خب همراه و همسفر ما باشین در شهر زیبای بافق و از جاذبه های دیدنیش بهره ببرین. امیدواریم که مقصد بعدی سفر شما این شهر زیبا باشه. 3085 رو فراموش نکنین، به اون پیامک بدین، انتقاد، پیشنهاد و تا اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا و سوژه دیگه، خدا نگهدار.